مزه سیب میده ولی هنوز نمیدونم چیه. آب سیب. سلام، ولاغ داریم. شبیه مگس شدم. ببخشید، این ولکس واگن یا فولکس واگن؟ فولکس واگن. تا چرا فولکس واگن؟ آب ور رو فهم کنن؟ فولکس واگن. یعنی ماشین ملتی. ببخشید، آقا تو گوشیتون چیکار میکنی شما؟ هل. دستشو برد. کجا داری میری؟ دارم میرم پست. پست تحویل بدی؟ آره. موفق باشی. ولاغ داریم. بگو ولاغ داریم. آقا بچه‌ها، شما نگفتید ولاغ امروز چیه؟ نمیدونم. به به. بچه‌ها اینجا نشونتون بدم، انقدی که باید از ماشین بترسی از خط دوچرخه‌ام باید بترسی. وسط آره قشنگ وسط پیاده رو رود رد میشن. بچه‌ها ببینین این خط دوچرخه الان آدمای که شاد میشن. بچه‌ها الان اومدیم یه پمپ بنزین، یه کوچولو نوشیدنی اینا بخریم، چون مسکه اینطور که معلومه غربم یه زندان، یه زندان مال جنگ جهانی دوم که توش آلمانا یهودیا رو نگه می‌داشتن و یه شکنجه می‌کردن و می‌کشتن. دقیق نمی‌دونم، الان میریم اونجا همه چی می‌فهمیم. پس ولاغ امروزو با زندان آلمانیا شروع می‌کنیم. اسمش هم خارشون منگنه. اسمش رو نمی‌دونم، میریم اونجا اسمش رو درمیاریم. منطقه اینجا رو ببینید چقدر سسکیه. خونه‌های بلبل، شولشول، به به. امروز هم شانستون هوا آفتابیه خوبه. چی خریدید؟ از این نوشابه انرژیزا خریدم. با طعم نمیدونم چی. به به. آقا پوری شما چی خریدید؟ شیر کاکائو. چرا برای من چیزی نخریدم؟ چون خودم گفتم نمیخوام، میدونم اذیتش می‌کنم. ما پول نداریم. مرسی. شیر کاکائو. آ شیر کاکائو با آدم چقدر بدمزه است. آرامستون رو تو خیابون اندازید، کار زشتی. من قورت میدم 7 سال میمونه تو معده. دروغه، سری دفع میشه. آدامس تو جیبته؟ میشه ببینم؟ وای اگه آدامس از جیبش در بیاره تمومه. چسبیده. عاشق. آدامس جیبه. چقدر عصبانی بود. بچه بریم به سمت زندان. ادامه ولاغ. آقا این کفشو باید هم میزدی دیگه، بده میدم. این همه خوردی هم نزده بودی؟ تا الان داشتیم شیرشو میخوردیم. کاکاوش تبرک. بیا اینو بخور. مادر سکسه زده. آقا مهران چی داری میخوری؟ آها، اطلاعات هم راجب این زندانه. تو ویدیو خودم یه چند بار توفق زدم، من کامنتو فوش خوردم. الان اطلاعات هم دارم میارم بارم. بود. یعنی تا من گوشیو در میارم یا بحثا خانوادگی میشه یا سیاسی میشه. این زندان است. اسمشو میشه دوباره بگی؟ گدنکنشتته. خودم نمیدونم درست چه اسمشه. بریم ماشینمون رو شارژ کنیم. ماشین مهران مثل گوشیمون، هر جو میسی میزنتش بشه. یکی من پیادشم سیج بزنم. بله. اینا چیه؟ سیسه. بیشتر بهش میخوره آدم میواسم به اینا. بچه به نظرتون من از تو این میتونم بچم؟ بله. رد شدم. دوباره برگردیم بریم. سب کنم اول دوربین رد کنم. چقدر آقا مزیار زیبا جادار مطمئنه. بچه رسیدیم. به به. بعد یکم فاصله داره. بریم ببینیم چه خبره. اینجا چی داره؟ کافه، کافی شاپ. آیت. از بیرونش یه کریپیه. امروز میتونیم بگیم مزیار پشه. مگس هم میتونیم بگیم، هر جور راحت. این بیشتر به خونه شخصی میخوره تا زندان. خونه کسی آوردیمون؟ این عطسه میکنه، زمین میلرزه. بچه اون دکله که توش شام میخوردن. سر اولی مهران نمیتونه وارد شه، سر آخری پوریا. او واو. بچه ها وارد شدیم، یه موزه کوچیک داره. این خنجره چیه جریانش؟ نمیدونم. اگه کسی میدونه بگه وای این عکس چقدر قدیمیه. آلمانیه، یهودی هست. بچه یادتونه یه موزه براتون تو اوکراین گرفتن؟ یه جاش بود که پوست دست انسان توش بود. خیلی جالب. قاشق و
این کلان چیزاییه که زندانیا داشتن، یه دونه کاسه و یه دونه قاشق که غذاشونو براشون میریختن، از این استفاده میکردن میخوردن. آها میگه تو این چیزه، تو این شیشه نامه بوده. خب ازم تو این شیشه نامه پیدا میکنه، یعنی اینجوری مثلا یه جوری چون مثل پست شده. آها از این بطریه که میندازن تو آب میبره ساحل ها. من گفتم تو بین دیوار بوده، میگه میندازن تو آب میبره ساحل. این دوتا ولاگاشون عالیه، یعنی این دوتا با هم ولاگ میگیرن فقط بشی بخندی بهشون. پت و متن. آها نباید بلیتی چیزو بگیریم؟ نه مفتیه؟ بچه ها ببینید. خب گفتم سه تا یوتیوبر بزرگ دارن میان، بعد همه چیز من نوکرتم. بفرمه دروغ میگه مثل سر. اونا دارم میرم ببینم چه خبر. این ورودی بود، از اینجا اومدیم. خود زندان باید شکلک لک اونور باشه. چیکار میکنن اینا؟ موقعی که شما دویدی من اومدم بغل ایستادم گرفتم. آره خب بچا تازه رسیدیم به ورودی این زندان. نفسشون بند اومده. مسابقه دو گذاشته بودم با هم. نزدیک زندان شدیم. مثلا به این قضیه فکر کنی که چقدر آدم اینجا زندانی بوده، چقدر آدم اینجا کشته شده. خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. دیوارا، اون دیوارای تر رو میبینیم، دیوارای اینجا رو میبینیم، همه از جنگ جهانی دوم تا الان هستن. شاید هم قدیمی تر، نمیدونم این زندان چقدر عمرشه. مثل که اینجا قبرستون هم داره، قبر هم از چند تایی. آره اون پشتش میشه قبرستون کلی. قبرستونشه. دیم سان. خب مثل این قبر یک نفر نیست، قبر چندین نفره. 20 جولای 1994. چقدر آدم برو دست جمعیه اینجا. دنیای کثیفیه. ببین یه روزی منم جام همینجا سیم پایین. دوباره اینجا چند نفر دیگه؟ 1 2 3 4 5 6. 6 نفر. دردناکه. چه آرامشی داره. به این فکر کنی که چندین سال پیش این آرامش اینجا نبوده، فقط درد و عذاب و خون جگری و گریه بوده. این شکسته است یا مدلشه؟ این شکسته. آره این شکسته. فکر کنم آره این صلیب بوده بچه. این ته قبرستون که میان این کلکو که میبینین، تنهایی سولو اسسینیشن، تنهایی میخواسته هیتلر رو بکشه. متاسفانه وقت کم آورده یا سوتی داده یا دیر رسیده، زود رسیده، دقیقا اینجا توضیح نداده. ماموریتش با شکست مواجه شده و با تیر زدنش 9 آوریل. خدا بیامرزتش، خدا رفتگار شما هم بیامرزه. اسمش جان جورج السر. به به. بچه ها این ورودی زندانه. 1 2 3. چقدر بزرگه. خیلی بزرگه اینجا. چه محوطه بازی داره. ازشون بیگاری میکشیدن. کمپا معلومه، 1 2 3 4 چند تا همون ته. پرام نگو اینا رو میکشیدن یا یه کاری میکنن. با اسب و خر این برون برمیکردن. چه شبیه آسیا. به این چی نوشته اینجا؟ نوشته که اینجا نباید وارد بشید که بدون اختار تیر میزنید. ببین چه خوش شانسی که چندین سال بعدش به دنیا اومدی، اونجا داری راه میری، هیچ اتفاقی برات نمیفته. خیلی بزرگه. بچه شاید اینطوری ویدیو میگیرم اصلا براتون جالب نباشه، ولی خودتون اینجا باشین یه حس خیلی جالبی داره. خیلی باحاله. خودتون از نزدیک اینا رو ببینید. مثلا این واقعا نمیدونم چیه. زیادم است. یه دونه اینجاست، یه دونه اونجاست، یه دونه اونجاست، تا ته هست همینطوری. ولی از نزدیک باشید یه حس سوال عجیبی داره. دیوارا رو نگو این در چوبی از اون موقع تا الان هست. فکر نمی‌کنم در چوبی نمیمونه. یه جایی وارد شدم که نمیدونم میتونم وارد چم، اجازه دارم یا نه. هولی هیل. بچه ها من نمیدونستم ولی مثل اینجا هم کانسنتریشن کمپ داره، یعنی کمپ هایی که توش آدم میکشتن، خفه میکردن با گاز. خیلی جای داغونیه. چه
وای اون تو رو چقدر دارکه. تو بعضی هاشون هم بچه ها نوشتن که تو این زندان زندگی میکرده. تیودور وینتر. این بر کی بوده؟ لامبرت هورن. چقدر یه دفعه دارک شد فازه ویدیو. بچه ها بخوام وایستم تک تک براتون بخونم خیلی طول میکشه، برای همین فقط گذره ویدیوی میگیرم و رد میشم. وای اینا چیه؟ نکنه آدم ادام میکردن اینجا. واقعا فکر کنم آدم ادام میکردن اینجا. اومدم بیرون یه نفس عمیق کشیدم. فرستم توی که این زندان زندانی بودی. یه روز هم دوام نمیورد. طرف سالیان سال اینجا بوده. مثل خر کار میکردن، ازشون کار میکشیدن. بعد سردر زندانی نوشته بودن که اگه داخل زندان کار کنی آزاد میشی. یکی از بزرگترین دروغایی که به یهودی‌ها و زندانی که اینجا زندگی میکردن میگفتن. این دقیقا نمیدونم چیه. اینم بهش میخوره اجاق چیزی باشه. یه دونه بلاک، اینم یه دونه بلاک، جایی که میخواب زندان نیست، اینجا جایی که میخوابیدن، البته کل زندانا، ولی اینجا جایی که میخوابیدن دستشویی و همه چیزا اینجا بود. وای بچه ها، یه سری از کسایی که اینجا زندانی بودن. این تمام زندان. اینجا چیه؟ بچه اینجا قبلا تخته دو طبقه بوده، بعد که جمعیتشون زیاد شده اینجا رو تخته سه طبقه گذاشتن. بچه اینا تخته سه نفره بود که روشون میخوابیدن. یکی، دوتا، سه تا. چقدر آدم زندانی کردن اینجا. فقط اینا نمیدونم چیه، اینا صندلیه چیه آخه؟ چیده اینا رو. یه کشو اینجا بچه ها نوشته Homecoming or New Start Family and Work. اطلاعاتش اینجاست، چقدر جالب. چی؟ Battle Diary. این روزنامه مال اون زمان هست، چقدر قدیمیه. بچه ها اینجا نوشته که 3000 از 200000 زندانی که اینجا بودن، تو این کمپ بودن، تو این concentration کمپ بودن، بچه بودن، زیر سن 18 سال بودن. چه بلایی که سرشون نیاوردن. اینجا دارن ازشون بیگاری میکشن، نمیدونم چی میسازن، ولی اون چیزی که میساختن. آزادی انسان ها به یه تار مو بنده. دودکش داره، همون چیزی که فکرشو میکنم. نظرتون این اونه یا که نه؟ نه، به توالت تبدیل شده. مثل کلینیک اینجا. این نقاشی که میبینید یه زندانی که اینجا بوده قبلا. این نقاشی ها رو کشیده و توضیح بده. اینه تمام نقاشی های این زندان هم. زندانی یهودی که اینجا بوده نقاشی میکشیده اینا رو. وای اینو پایین چیه؟ فکرم چیز شیشه ای اونجا گذاشتن برای اینکه زمینش تخریب نشه. دقیقا نمیدونم. اینجا کسایی که مریض بودن می آوردن حمام، دوش می گرفتن. اینجا از جایی بود که غذا رو آماده می کردن. بچه اینجا دایسکشن رومش بود، یعنی جایی که تشریح جنازه می کردن. بعد بعدا تبدیل شد به آشپزخونه. این چقدر سقفش کوتاهه. وای فکر کنم یه اونجاییه که یهودی ها رو میذاشن در میبستن، گازگیرشون میکردن. صدام میپیچه. برای اونایی که نمیدونن، هیتلر یهودی هایی که نیازش نبودن بهشون نیاز نداشت، چون اکثریتو میکشت. نمیدونم اینجا اونجاست یا نه.
ولی میذاشتشون توی اتاق بسته، بهشون گفت اینجا دوش بگیرید، درا رو میبست، گاز بهشون میداد تا خفشن بمیرن، بعد همینطوری میریختشون تو گورای دست جمعی. نمیدونم اینجا اونجاست یا نه، ولی خیلی شبیشه. چی میتونه باشه اینجا دیگه؟ دیگه حرامزاده مرد، 60 میلیون آدم به خودش کشت. نم است که اشتباه میکردم بچه، اینجا دایسکشن رومه، جایی که جنازه ها رو میذارن و بازشون میکنن، حالا به هر دلیل. قدشون رو با این اندازه میگرفتن. آها، به اینا میگفتن اینجا وایسین قدتون رو اندازه بگیریم. این همونی بود که براتون تعریف کردم، قدتون اندازه بگیریم. میستادن از توی سوراخ با تیر میزدن میکشتنشون. خب بریم از اینجا بیرون، کافیه دیگه. بچه ها هر کسی که تو کانسنتریشن کمپ میکشتن جسدشون میآوردن میسوزوندن. ماشینایی داشتن که میتونستن اینا رو انتقال بدن، یعنی جایی که آدما رو میسوزوندن و تو یه ماشین بزرگ، مثلا یه کامیون بزرگ، توش یه حالتی مثل فر داشتن که توش آدم میسوزوندن، جنازه آدما رو قبلش با گاز خفشون میکردن یا هر طور دیگه میکشتنشون. میبینه اینجا جاییه که آدما رو میسوزوندن، یعنی جنازه آدما رو میسوزوندن. کلن یه مجسمه بود، ستون، بچه های ستون گنگه، بلنده چقدر. بچه ما گشنمون شد، بریم تا بعد. بچه ما آمدیم اینجا برگر بگیریم، اینجا میگه شنیسل ایکس لارج 10 یورو. چرا بوق میزنه؟ که بسته میشه درش. چرا در ماشین میبندی؟ بچه ها غذامون اومد، بیه بیه. یرام تو چی سفارش دادی؟ من سوسیس مخصوص. مخصوص صحته. بچه این خود برگر رو نشونتون دادم، نون و پنیر و سس و پدی و کاهو و گوجه. بیه بیه. یه گوز نافیم. گوشتش خیلی سکسی. رسیدیم خونه، استراحت کنیم، بریم برای ادامه ویدیو تا چند ساعت دیگه. سورپرایز. چه ببینید چه افتخاری نصیبم شده. خیلی خفنه. مبارک آقا، این مال من نیست بچه، این مال آقا مهران. بچه ها یکم استراحت میکنیم، الان میخوام بریم یه بیمارستان متروکه قدیمی. اگه دیگه خبری از اون نشد این ویدیو رو پخش کنیم و ببین هیچ کس سمت اون بیمارستان دیگه نره. ولی نمیدونم، یه ادویه‌ای رو سیب زمینیش داره خیلی خوشمزه است. بچه ها بعد از یه چنج شیک و مجلسی به ادامه ولاغ میپردازیم. کاپشن مورد علاقتون رو آوردم. علی از پشت نگیرم. من نباید پشت. چند ثانیه طول کشید تا هلو بگی؟ 1 تا 10 برگر 7 سیب زمینی 8. تجهیزات مورد نیاز یک عدد نور. What the fuck خوش شده. بس وای عزیز نه این توفای تو نظره کجا. یک عدد دوربین. چرا اینجوری شده؟ میرام با لگد رفت چون کندش، باید گاز میزن. مزه سیب میده ولی هنو نمیدونم چیه. آب سیب آه نوشته، نمیدونم چی لیمونید. بخوری کم از این. خیلی خوشمزه است. واقعا خوشمزه. و دو تا دونه پایه. این یه دونه هست نمیدونم. من بیرون میام ویدیو بگیرم، نگیرم قضا بیرون نفارم بهم زهر مار میشه. تو شکمه. آره من خیلی شکمه. اینجا جون. ثابت میشه که شکم من بوده علیکوله. دستمال نیست، خور نزنید. شکمو اعظم قضاشو باید. به چی گرفتی؟ ببینم. من مثل اونه. قضای مثل منه میگه. فقط با نون گفتم. قضای بی نون. مثل... ولش کن نباید بچه مینون. سوسیس رو بگیر. تو خیفا. تو سبزیه. معلومه. بریم تا سکانس بعد. هنوز نرسیدیم؟ نه. الان میرسیم، خیلی نزدیک. آ بچه صدا آهنگ میاد. قرار بود اینجا بترسیم مثل کلاو دیسکوش کردن. مهرا خیلی وحشتناکه، میشه بریم خونه؟ بابا اون پشته، این اولاشه. باور کن. نور خوبه، قشنگ مشخصم. این مسافت یه کوچولو بریم ببینیم واقعا هست یا نه. یا الکی این همه تقریبا فکر کنم 45 دقیقه از برلین دور شدیم که بیایم این بیمارستانه. ولی الان این چیزی که مشخص اینجا کلیسا سر صدا میاد و جای خرابه‌ای نیست.
بریم ببینیم چه خبر. جلو رو بگیم مهران. همین طوری جلوی که بودو راتی چیکار می‌کنی؟ میرین همینجا. همینجا میرین همین الان. چی می‌پرسن؟ اصلا بگو اون تیمارستان کجاست؟ می‌خوام بریم بالا. کلیسا فکر کنم. آره مشخصه. اینجا هم یه خرابه است. دیشب تو خواب هلال ماه دیدم. بچه این دوربین است که خریده بی اینجا پوریا این خوش میره. از زیر آهن ربایی بس کن. فوق‌العاده است. به به کیفیتش هم خوبه 4K میگیره. وای فکر کنم این کلیسا شیطان پرستاست. خب مثل که اینجایی که اومدیم شخصی بود، نمیذارن جلوتر بریم، تقصیر ما هم نبود. اب نداره دیگه، بسه، کاری از اصلا بر نمیاد، باید برگردیم فعلا. به جان خودم این کلیسای شیطان پرستاست. اینطوری بچه از بغلش رد شدیم. یه عالم آدم داخل بودن، هیچکی هد نمیذارم توی استادو دانشون جلو نگاه میکنه. یک چیز خوف و وحشتناکی بود. بچه ها متاسفانه عملیات با شکست مواجه شد. هر جا میرفتیم یه گارد یه نفر بود، نمیتونستیم وارد شیم. بعد جریمه میکنن نوشته بود که منطقه خصوصیه، اون جایی که میخواستیم بریم خصوصی بود، نمیتونستیم وارد شیم. هیچی دیگه، الان داریم دست از پا دراستر برمیگردیم خونه. ولی قول میدم هر چه زودتر اگه یه جایی رفتیم یه جایی پیدا کردیم که میدونستیم 100% میتونیم بریم شب اون تو بمونیم و ویدیو بگیریم، براتون میگیرم خیلی سریعتر جاشو پیدا میکنم. نشد میبرم تو قبرستون. بدم تو برام قبرستون آشغال. معذرت میخوام بچا. همین دیگه، این بود ولاگ امروز ما. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگه هم نگاه نمیکردین یکی دیگه میکردم. بدون شما چم باشم شما چم تا لایک شیر سابسکرایب یاتون نره. اگه هم رفت اصلا برام مهم نیست. تو خوشگلی هستی، یه دونه تو دنیا هست بیشتر بخوام با پوس پوس بکلت لایک و کامنت و برام بشارش چه بادیه. سابسکرایب کن مزیار نیاد تو خوابت. سلام، این از مهمون نوازی آلمانیه. دست در که یه خونه ببون داده. سری بعد یه ماشین 6 نفره برات میارم. ببن آماده ای؟ ببین اگه خیلی راحت هم افتاد این پایین دکمه است اونو دسته قلیون تو باستنم فردا سر دسته فلزی ها. یا علی بای بای. الان گاز بدم که دهن تیویز شد. مزیار دخمم هم نیستی مزیار.